وزارت دفاع آمریکا از خروج آخرین نیروی خود از افغانستان خبر داد تا پرونده نزدیک به دو دهه جنگ و حضور نظامی با تسلط دوباره عناصر طالبان بر این کشور بسته شود جنرال کنت مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آخرین سرباز کشورش خاک افغانستان را ترک کرده تا به حضور 20 ساله خود در این کشور پایان داده باشند همکارم علی اکبری گزارش می دهد جنرال مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ضمن تاکید بر اینکه آخرین هواپیمای بوینگ سی 17 ارتش آمریکا از فرودگاه بین المللی حامد کرزای شهر کابل پایتخت افغانستان به پرواز درآمد اظهار داشت من اینجا هستم تا اعلام کنم که ما خروج خود از افغانستان را به اتمام رساندیم. به گفته رئیس سنت کام که فرماندهی کل نیروهای ارتش آمریکا در مناطق خاور میانه شرق آفریقا و آسیای مرکزی را بر عهده دارد آخرین شهروندان کشورش که سوار بر هواپیمای مذکور شدن تا خاک افغانستان را ترک کنند و به طور رسمی به پرونده 20 سال جنگ و حضور نظامی در این کشور پایان دهند. راس ویلسون سفیر آمریکا در کابل و ژنرال کریس دوناهو فرمانده میدانی نیروهای این کشور در افغانستان بودند. ژنرال مکنزی با این حال تصریح کرد با وجود اینکه فرایند تخلیه نظامی به پایان رسیده است، مأموریت دیپلماتیک برای بررسی حضور شمار بیشتری از شهروندان آمریکایی یا افغانستانی های واجد و شرایط خواهان ترک افغانستان ادامه میابد. فرمانده سنت در این بار همچنین توضیح داد که از 14 آگوست تا دوشنبه شب یعنی ظرف 18 روز گذشته هواپیماهای آمریکا و همپیمانان آن بیش از 123 هزار غیر نظامی را از طریق فرودگاه بین کابل به خارج از افغانستان منتقل کردند. این فرمانده ارشد ارتش آمریکا با این حال از آن کرد که با پایان فرایند خروج کشورش از افغانستان شمار افرادی که توانستند آنها را از این کشور خارج کنند کمتر از آن چیزی بود که وی امید داشته است. جنرال مکنزی در این باره گفت ما موفق به تخلیه همه کسانی نشدیم که میخواستیم فرایند تخلیه نزدیک به دوازده ساعت پیش از موعد خروج آخرین نظامی آمریکایی از افغانستان پایان یافت با این حال نیروهای ما تا آخرین لحظه همچنان در فرودگاه کابل آماده تخلیه همه افرادی بودند که توانستند خود را به فرودگاه برسانند بنابر گزارش خبرگزاری فرانس پرس فرانسه آمریکا با اتمام فرایند خروج خود از افغانستان 24 ساعت پیش از زمان تعیین شده برای انجام این کار در واقع این کشور را تحت کنترل طالبان ترک کرده گروهکی تروریستی که طولانی ترین جنگ تاریخ خود را علیه آن انجام داده است آمریکا که در دوره حضور 20 ساله در افغانستان 2500 نیروی خود را از دست داد و بیش از 20 میلیارد دلار نیز هزینه کرد در حالی به حضور خود در این کشور پایان داد که به دلیل ناتوانی در پیشبینی پیش بینی سرعت پیشروی و پیروزی عناصر طالبان و ناکارآمدی در مدیریت فرایند تخلیه چهره خود را خدشه‌دار کرده است در حالی که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اتمام فرایند خروج خود از افغانستان را اعلام می کرد صدای شلیک گلوله در سراسر کابل تنین انداز شده بود جایی که خبرنگاران صدای تیراندازی برای ابراز شادی را از اماکن متعدد محل استقرار سنی های تندرو طالبان در این شهر شنیدند و همزمان نیز عناصر این گروه با عبور از موانع منتهی به منطقه سبز شعار سر می دادند.